دست در دست هم، همه با هم، خارج از اینکه از کجا، از چه منطقه ای میایم، به چه زبانی صحبت میکنیم، به چه حزب و سازمانی تعلق داریم و یا اصلا نداریم، مذهب داریم یا نداریم، مسلمان هستیم یا یهودی هستیم، مهم نیست. مهم اینه که خون همه انسان ها یک رنگ دارد. مهم این است که همه ماها انسان هستیم و حق حیات داریم و هیچ کسی، هیچ حکومتی، هیچ دولتی حق گرفتن زندگی را از هیچ کسی ندارد. نه به اعدام، نه به استعدار و کشتن، نین تو تودشتغاف اون هینغشتون. زنده باد انسانیت. انسانیت هشتا زندوه. منشلیشکایت ایست نیش آسکشتون. عید تمجیدی امیر حسین مرادی محمد رجبی را اعدام نکنید. امروز در سطح دنیا و در ایران چند میلیون حامی این جوانهای انقلابی اعتراضات آبان ماه 98 هستند. این سه جوان را اعدام نکنید. اینها برای آزادی، رفاه، خوشبختی و کرامت انسانی و برای رهایی از بیکاری و فقر و گرانی در خیابانها در همراه با میلیونها نفر دست به اعتراض زدند. این سه جوان را آزاد کنید، اعدام را ممنوع کنید و این صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردمی است که از دست اعدام و سرکوب و شکنجه به تنگ آمدند. این سه جوان سعید تمجیدی، امیر حسینی، حسین مرادی و محمد رجبی فوراً باید آزاد شوند و احکام اعدام اینها متوقف شود. درود بر انسانیت و درود بر میلیون ها نفر از انسانی که در چند روز گذشته علیه احکام اعدام ایستادند. و همه دارن به این حکم اعتراض میکنن. یکی از دلایل اعتراضشون هم این هست که این سه عزیز در رابطه با اعتراضی که در آبان ما به خیابان اومده بودن برای اعتراض، الان اونها رو گلچین کردن و انتخاب کردن و آوردن و برای پیشبرد مقاصد خودشون که یکیش رعب و وحشته و یکی دیگرش هم که بتونه در پناه این هو و جنجالی که راه انداخته و این رعب و وحشتی که راه انداخته بتونه در خفا به بقیه جنایاتش ادامه بده، میخواد این سه عزیز رو اعدام بکنه. پس من از پیشگاه با عظمت جامعه انسانی میخوام که همینطور که تا به حال ظرف این چند روز به این صورت شگفت انگیز به میدان مبارزه آمدن و علیه این حکم ضد انسانی اعتراض میکنن، همچنان پا بر جا به این حرکت به هر طریقی که میتونن ادامه بدن و اجازه ندیم که این جوانان عزیزمون رو اعدام بکنن. نه به اعدام، نه به زندان، نه به شکنجه. زنده باد زندگی. حکم اعدام سه تن از معترضین قیام آبان 98 به نام های سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی از سوی دیوان عالی کشور رژیم جنایتکار اسلامی تایید شده است. این سه جوان مانند میلیون‌ها تن از مردم در سراسر کشور در اعتراض به فقر و فلاکت و گرانی و نبود آزادی به خیابان‌ها آمدند و خواهان خاتمه به این زندگی نکبت‌بار که در شأن زندگی انسان نیست شدند. اما در پاسخ رژیم مردم را به رگبار بست. هزاران کشته، زخمی و زندانی پاسخ این مطالبات حق طلبانه مردم بود. اکنون این سه جوان در معرض اعدام قرار گرفتند. ما خواهان لغو اعدام این سه جوان و بقیه بازداشت شدگان آبان 98
و کلیه زندانیان سیاسی هستیم و در این راستا من به کاردار جهانی علیه اعدام پیوستم و از تمامی کسانی که دل در گروه انسانیت دارن می خواهم به این کارزار جهانی بپیوندن. نه به زندان، نه به اعدام. زنده باد آزادی، ننگ بر استبداد. اعدام قتل عمد دولتی است. باید احکام اعدام سه جوان معترض در اعتراضات آبان 98 هر چه زودتر لغو شود. امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی سه جوان معترض در اعتراضات آبان 98 با حکم قوه قضایی حکومت فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شدند. من در همراهی با مردم مبارز و آزادیخواه ایران و جهان به این احکام ظالمانه و قرون وسطایی اعتراض دارم و اون را دون شأن و منزلت انسانی می دانم. این جوانان هیچ گناهی ندارند. آنها در آبان 98 به خاطر آزادی و عدالت و برابری و رفاه اجتماعی و همراه مردم آزادیخواه و شجاع ایران در سطح شهر دیگر با اعتراض به شرایط خفقان آور و ضد انسانی که حکومت فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده است، خواسته های انسانی خود را فریاد زدند. احکام اعدام نه تنها برای این سه جوان بیگناه، بلکه به صورت آن برای همه زندانیان، چه سیاسی چه غیر سیاسی، باید لغو شود. زنده باد آزادی، نابود باد حکومت فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی ایران. تو اکسیون دانمارک کوپنهاگ شرکت کردیم در اعتراض به حکم اعدام سه جوونی که در حقیقت هیچ گناهی غیر از درخواست حق مسلم خودشون نداشتن. گرون شدن بنزین حق مسلم هر کسیه که بهش اعتراض کنه و اینا به خاطر گرفتن حق مسلم خودشون به خیابون اومدن و الان حکم اعدامشون صادر شده. هیچ جای دنیا هیچ کسی نمیتونه این حکمو قبول کنه. این نه خلاف شرع، نه خلاف عرف، خلاف هیچ چیزی نیست و حق مسلمشونه. امیدوارم که این جنبشی که توی ایران رقم خورده از آبان ماه همینطور ادامه پیدا کنه تا ما در نهایت برسیم به سرنگونی حکومتی که هر روز داره بد و بد و بدتر میشه. ممنون. یه پیام برای تو دارم، برای تو خامنه ای. من 40 سال عمرمو سوزوندی خارج کشور تو غربت. مهم نیست برام، هیچی مهم نیست. منو به بیماری انداختی، اونم مهم نیست، ولی به حقانیت اون خدایی که تو میپرستی، مثلا من که نمیپرستم، به حقانیت همون خدا دست به این سه تا بچه که عکسش پلی منه بزن. کنفه یکونت میکنن ملت ایران. نظرتون رو میخواستم راجع به این اکسیونای اعتراضی در خارج از کشور بدونم و برای چی اینجا جمع شدید؟ هر اکسیونی که ضد اعدام باشه یه حرکت انسانیه، چون اعدام قطع زندگیه، اعدام یه حکم دولتیه، یه قتل دولتیه. هر انسان آزادیخواهی باید ضد این مسئله باشه. هر حکومتی، هر اجتماعی که حکم اعدام توش اجرا بشه، تو اون اجتماع نمیتونی مسئله آزادی رو پیدا کنی. آزادی یعنی اینکه جامعه‌ای که اعدام توش نباشه، هر انسانی بتونه فکرشو، ایدئولوژیشو یا هر چیزی که تو دلشه بتونه بگه، هر اعتراضی به هر مشکلی تو جامعه داره باید بگه بدون اینکه خطر اعدام تهدیدش کنه. من از طریق این اکسیون نظرمو در مورد این حکم اعلام میکنم که این حکم یک حکم غیر انسانیه و حکم اعدام باید نه تنها تو ایران، تو هر جامعه دیگه لغو بشه. نه به اعدام، بله به زندگی. به نظرتون مردم داخل ایران چه کاری میتونن بکنن و چطور میشه این اعتراضات رو پیش برد تو ایران؟ جای خوشحالی داره که الان این مسئله خیلی تو جامعه ایران پیشرفت پیدا کرده. قبلا متاسفانه خیلی ها میرفتن این حکم رو میدیدن، نمیدونم دست میزدن واسه این حکم، ولی الان تو خیلی از شهرها جمهوری اسلامی یعنی یه جورایی قایمکی این حکم رو اجرا میکنه. مردم خیلی ضد این مسئله شدن، مردم ضد اعدام شدن. این جای خوشحالی داره. تشکر میکنم از شما و امیدوارم این اکسیون ها ادامه داشته باشه و راهی باشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. تشکر از شما. کمیته علیه اعدام، کاسل.
حکم اعدام چند تن از جوانان بازداشتی آبان 98 امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و هوشمند علیپور توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. هموطن، من و شما برای لغو این احکام غیر انسانی باید به کارزار جهانی لغو اعدام این جوانان برومند و آزاده و دیگر بازداشتی های آبان 98 بپیوندیم. نه به اعدام، نه به زندان. نه به اعدام. اعدام نکنید. من شبنم شجریزاده مخالف اعدام هستم. رژیم آخوندی جمهوری اسلامی 41 ساله که با صدور و اجرای احکام اعدام سعی در سرکوب صدای معترضین و مخالفین و ایجاد رعب و وحشت در جامعه ایرانی رو داره. حکم اعدام یک قانون بدوی و ضد حقوق بشری و همان قتل قانونی است. ما اینجا امروز 20 جولای در شهر گوتنبرگ سوئد جمع شدیم که صدای محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی باشیم. اینها سه جوانی هستند که در ماه آبان ماه به دست جمهوری اسلامی جنایتکار دستگیر شدند و حکم اعدام اونها صادر شد. ما امروز اینجا جمع شدیم که صدای تمام دستگیر شدگان آبان ماه باشیم. ما خواهان آزادی تک تک اونها هستیم و می‌خوایم حکم اعدام اونها لغو بشه. نه به زندانی سیاسی، نه به اعدام. زنده باد آزادی. سلام بر شما، من رها جدانی فعال حقوق بشر هستم. از طریق این ویدیو از شما تقاضا میکنم در برابر احکام ظالمانه و ضد انسانی که برای سه تن از معترضان آبان ماه، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در نظر گرفته شده و تایید هم شده سکوت نکنید. سکوت ما نه تنها کمکی به پایان دهی این اعدام ها و جنایت ها نمی کنه، بلکه مجوزی برای ادامه بیشتر این اعدام و جنایت ها صادر می کنه. سکوت ما به معنای بهتر یعنی بافتن طناب دار برای خودمون. سکوت نکنیم، اعدام نکنید، نه به اعدام معترضان. و به شما توصیه می کنم حتما عکسایی که از این سه جوان در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده رو نگاه کنید و یک لحظه فکر کنید یکی از این سه جوان از عزیزان شما بود، شما چه می کردید؟ چه واکنشی نشون می دادید؟ اعدام این سه جوان یعنی پایان دهی به آرزوهاشون. اعدام ها جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد. جمهوری اسلامی به وحشت افتاده است. حکومتی که با اعدام زاده شد و با ریختن و آشامیدن خون مردم به حیات ننگینش ادامه داد، پایان عمرش را هم می‌خواهد به اعدام گره بزند. ولی اگر این حکومت با اعدام های وسیع در سالهای 60 و 70 و به دور از چشم جهانیان جامعه ایران را به رعب و وحشت انداخت، امروز هر حرکت جمهوری اسلامی بلا فاصله در همه جای جهان منعکس می شود و اعتراضات قدرتمندی علیه جنایات این جانیان را دامن می زند. احکام اعدام سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی، محمد رجبی ملغا باید شوند و همه بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. اسد رضایی هستم. امروز 19 جولای 2020 مصادف با 29 تیر ماه 1399 پیامی رو دارم برای سید علی خامنه ای. سید علی خامنه ای، صدای سکوتت را میشنوی؟ صدای آزادی و آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران را که بر سرزمین ایران تنین انداز شده میشنوی؟ این صدای نسلیه که نسل سیمرغه، نسلی که از خاکستر خیش برخواسته، از خاکستر آتش ظلم و زور تو که بر این سرزمین حکم فرما بوده برخواسته تا سقوط تو را رقم بزنه. من نیز از کمپین اعدام نکنید حمایت میکنم و به این کمپین میپیوندم. اعدام نکنید در واقع برگ تازه از فصل جدید مبارزات مردم آزادی خواه ایران در مقابله با رژیم فاسد جمهوری اسلامی است. هموطن، در اتحاد و همبستگی پیروز هستیم. آزادی نزدیک است. آزادی نزدیک است.